به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. دادخواهی کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه، شکنجه‌ام کردند. وزیر اطلاعات جوابگو باشد. منتقدان می‌پرسند اگر شکنجه خلاف قانون ایران است چرا سال‌هاست رواج دارد؟ در ادامه برنامه، تصویب یک لایحه گروه ویژه اقدام مالی در ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی رأی داد. کشمکش‌های بعد از انتخابات سال 88 در جلسه میرحسین موسوی با رهبر ایران چه گذشت؟ و قطع درختان در منطقه ارسواران ایران، مردم میگویند اموال عمومی است، مسئولان محلی میگویند باغ‌های خصوصی است. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. خوش آمدید، ناجی غلامی هستم. در ایران کارگری قصد دارد گریبان وزیر اطلاعات کشور را بگیرد که میگوید دنده هایش را شکستند، به کلیه ها و گوش و بیزش آسیب رسانده. اسماعیل بخشی میگوید ماموران وزارت اطلاعات تا سرحد مرگ شکنجهش کردند و حاضر است در مناظره رو در رو با محمود علوی حرفش را ثابت کند. به گفته اسماعیل بخشی از کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه، سربازان گمنام امام زمان او را بدون دلیل زیر مشت و لگد گرفتند تا حدی که سه شبانه روز رمقی برای تکان خوردن نداشته. یک عضو کمیسیون قضایی مجلس گفته باید موضوع بررسی شود، ولی استاندار خوزستان گفته شکنجه در کار نبوده. در 40 سالی که از انقلاب اسلامی گذشته بارها مقام‌های قضایی و زندان‌ها به شکنجه مخالفان متهم شدند و همیشه هم تکذیب شده. اگر به سابقه نگاه کنیم می‌شود فهمید که کدام طرف راست می‌گوید. شکنجه چه توجیهی دارد؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از شهریار سیامی. آیا شما از این جنایات گذشته یه حالت اینفرادی نظامی که از روایت‌های شکنجه‌های ساواک برای پیشبرد انقلاب و تنفر مردم از رژیم پهلوی استفاده کرد، خود بسیاری از زندانیان و متهمان را شکنجه می‌کند. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به وضوح بدون هیچ شک و تردید و تبصره و اگر و شایدی شکنجه ممنوع است. هرچند در زمانی که این اصل تدوین می‌شده ظاهراً بعضی ها شک داشتند. بعضی از مصادیق این باید مورد توجه قرار بگیره، یعنی مورد شک هست که اینجا چطوره. مثل مواردی که فرض کنید که چند نفر از شخصیت‌های برجسته را بودن بردن و دو سه نفر هست که ما میدانیم اینها از اونها اطلاع دارن. اگر یه چند تا سیلی بهشون بزنید ممکن است که کشف بشه. اونها نمیدن. آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوعه؟ جرمش که راه دارد اونو کسب جور کسب اطلاع خودش راه هایی دارد امروز در دنیا که بدون شکنجه میتونن کسب اگر چون چیه چند تا شکنجه دادن اینجوری اقرار میکنه میگه فلانجاست. حالا گویا تفسیر شورای نگهبان از شکنجه در اصل 42 قانون اساسی که در اصلاحیه سال 68 قانون اساسی به اصل 38 تبدیل شد با آنچه ما از شکنجه می‌دانیم فرق می‌کند و عملاً شکنجه در بازجویی، زندان و حتی پاسگاه‌های نیروی انتظامی به وفور انجام می‌شود. راه یک چیزی باز شدنه. به محض اینکه این راه باز شد که خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرم‌ها باشه یک سیلی بهش بزنن، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی میشه. این راه رو باید بست. یعنی اگر 10 نفر از افراد سرشناس هم ربوده بشن و این راه باز نشه جامعه سالمتره. درود بر همتتون و شاهد داغ کردن تمام افراد هست. درود بر شوراتون. درود. به طوری که اسماعیل بخشی از رهبران کارگران معترض هفت‌تپه که به هیچ جریان سیاسی تعلق ندارد میگوید در مدت بازداشت شکنجه شده. بسیاری از مخالفان حکومت ایران از شکنجه‌های شدید جسمی و روحی در دهه 60 در زندان‌ها گفتند.
بدترین آنها شاید قرار گرفتن در صحنه‌های اعدام مصنوعی باشد، ولی رایج‌ترین آنها شلاق زدن و البته شلاق کف پا که مهدی اصلانی از اعضای فدایان خلق در خاطراتش میگوید شکنجهگران همزمان با پخش صدای نوحه بر ضرب سینه زدن شلاق می‌زدند. از بزرگترین قربانیان این شکنجه اعضای مجاهدین خلق و گروه‌های کرد بودند که به علت مقاومت زیاد مقابل بازجوها و عملیات مسلحانه حزب‌هایشان تا سرحد مرگ شکنجه شدند. اما هیچ گروه سیاسی مخالفی از این شکنجه‌ها بی‌نصیب نماند. هرچند کم کم شکنجه‌های جسمی که آثاری بر بدن به جای می‌گذاشتند به شکنجه‌های روانی و به عبارتی شکنجه سفید به سبک شکنجه‌های کره شمالی تبدیل شد. تصور کنید در یک سلول کمی بزرگتر از قبر انسان که دیوارهای سفید بدون پنجره دارد و لامپ همیشه روشن است، روزها حبس شوید. نه صدایی بشنوید، نه نور خورشید را ببینید، نه بدانید ساعت چند است و همه چیز در یک بیخبری و سکون مطلق سر شود. ضمن اینکه هر روز در بازجویی‌ها انواع اتهام‌های اخلاقی و امنیتی به شما زده شود و تهدید شوید که اعدامتان نزدیک است. زمان صفر می شود و مغز شما به نقطه صفر می رسد. بسیاری برای رهایی از این شکنجه حاضرن به هر چیزی اعتراف کنند. بیشتر اعترافات تلویزیونی در جمهوری اسلامی به همین روش گرفته شده. تحت تاثیر کانال وا، پرشیا و بی بی سی قرار گرفتم. چون می گفتن که شکنجه آنطوری که سیاستمداران جمهوری اسلامی پیش بینی کردند به خودی ها هم رسید. خیلی زود آیت الله شریعت مداری طعم آن را کشید. شکنجه همسر سعید امامی در فضای مجازی منتشر شد. شاید با این پیام که وقتی با خودی ها این کار را می کنیم به مخالفان هیچ رحمی نمی کنیم. اگه تا آخر تابستون زنده از کریزک اومدید زنده بیرون تازه می این کریزک کجاست؟ اعتراض های سال 88 و ماجرای کهریزک و دستگیری های گسترده بسیاری را با درد شکنجه آشنا کرد. از هر گروه و دسته‌ای، مسئولان پیشین، روزنامه نگار یا فعال اجتماعی، دانشجو و حتی جوانی که در خیابان‌ها همراه معترضان شده بود. شکنجه فقط در مورد فعالان سیاسی اجرا نشده. بسیاری از متهمان در موارد مختلف برای اعتراف به گناه حتی با چند سیلی شکنجه شدند. و این ابزار رایج است حتی در پاسگاه‌های نیروی انتظامی محلی. شکنجه در همه جای جهان ممکن است اتفاق بیفتد. اما مشکل در ایران این است که شکایت از شکنجه‌گر به جایی نمی‌رسد. شهریار سیامی، بی بی سی. مهدی خزعلی فعال سیاسی از تهران با ماست. آقای خزعلی، آقای بخشی میگه که شکنجه شده، استاندار خوزستان تکذیب می‌کنه. به نظر شما کدوم طرف راست میگه؟ با سلام به شما و بینندگان، اون چیزی که مسلم هست در این 4 دهه شکنجه بوده. دهه 60 خب ما داوود آهنگر و لاجوردی رو داشتیم که شکنجه های بسیار وحشتناک وقتی تعریف میکردن، حتی کسی از کارمندان خود زندان همون موقع فرهنگی زندان که میاد بر من تعریف میکرد، یا رئیس وقت زندان اوین در دهه 60 سال 67 اون اعدام ها برای ما تعریف میکردن، مو بر تن آدم سیخ میشه. اما این ادامه پیدا کرده. برخلاف بسیاری از کشورها، در ایران آیه بهشتی و آیه منتظری ایستادن و نگذاشتن حتی اجازه یک سیلی حتی برای نجات گروگانگیری رده اول مسئول نظام، حتی به این قیمت هم نگذاشتن. خب بسیاری از مراجع فعلی قوم و حتی پدر من برای همچین جایی مجاز می‌دونستن که بالاخره یک ضرورت مهمتر هست، مصلحت مهمتر هست، تروریست هست، اما اونها همین رو هم باز نکردن و اصل 42 قانون اساسی صراحتاً هر گونه شکنجه رو منع کرده. اما ما می‌بینیم که همیشه بوده و هست و متاسفانه شکنجه سفید در روش‌های غیر اخلاقی بر اون اضافه شده. من میخوام بگم نریم از حکایت ها همه تون شنیدید، ولی برادر کوچک من، برادر 17 ساله که یک مخالفت هایی با پدر داشت، پدر گفتن به سپاه یکمی او رو گوشمالی بدن بدون هیچ جرمی،
به قدر اومدن داشت میرفت برای مراسم قدر، ایشون رو با دوستاش دستگیر کردن. 14 روز دو تا باند، یکی برایش نوحه پخش میکرد، یکی برایش چیز دیگه پخش میکرد، دو تا باند در سلول انفرادی از دو طرف اینها رو شکنجه دادن و خیلی کارها تحت شکنجه بیان مثلا اعتراف بگیرن. 14 روز وقتی پدر میگفتیم کجاست، میگفت رفتن خودسازی، رفته ایام ماه مبارک رفتن خودسازی. یعنی اینها رو ما دیدیم. آقای خزالی در مورد برادرتون گفتید، شما خودتون هم کم سر و کارتون به بازداشتگاه و زندان نیفتاده، احیانا توصیه مشابه در مورد خود شما هم شده یا نه؟ ببینید من یک بار که دستم متاکارپوس شکسته بودن که هنوز که هنوز ببینید دست من جمع نمیشه و نوشتنم مشکله، دست راست این شکسته بود، مثل بالش باد کرده بود و اون مأمور وزارت اطلاعات دست باد کرده یا شکسته مجروح من رو با دو تا دست فشار میداد، دهان پرخون بود، زانو زخمی بود. با این وضعیت شکایت کردم، پزشکی قانونی اومد، تو سلول انفرادی بودم، دو بار منو بردم بهداری، پزشکی قانونی دو بار اومد بازدید کرد، اما از این پرونده اثری من ندیدم. هر چی پیگیر شدم که آقا مشخص این ماموری که بنده رو اینطور شکنجه داده، دست شکسته رو به شدت فشار میداده، هنوز که هنوز الان تقاضا میکنم از مسئولین قضایی محترم، میگن من اون موقع شکایت کردم، دو بار پزشکی قانونی اومد منو بردن، دستمو گچ گرفتن و رادیولوژی انجام شد، رادیوگرافی های من بردن برای پزشکی قانونی، چه شد این شکستن دست من که هنوز دست من ناقصه، هنوز نمیتونم بنویسم. این یه دونه شه. یه بار دیگه همین دفعه آخر که بودم توی بهداری سلول انفرادی، اتاق عملهای متروک بالای بهداری اوین رو برای من کردن انفرادی، نصف شب من زیر پتو بودم، دو نفر کلاه ترشون کشیده بودن، فقط چشماشون دیده میشد، کلاه مشکی، ریختن سر من. خب 11 جای من جراحت پیدا کرد، ریختن سر من رو زدند و یه نگهبانم از پرسنل زندان اوین تو اتاق من میخوابید همیشه، یا بعضی موقع ها افسر جانشین زندان اوین میخوابید تو اتاق من، مراقب من بود. اینا ریختم، بعد میگم چی شد؟ یه لگدم به اون زدم که مثلا ما از بیرون اومدیم. گفت نمیدونم اینا از بیرون اومدن. گفتم ببخشید ما تو اوینیم، زندانی امنیتی، از دیوار اومدن تو، یعنی چی حرفا؟ مثلا منو زدن تو میگی نمیدونم از کجا اومدن؟ یعنی این کارهای بسیار سخیف. بعد به وزیر اطلاعات شکایت بودم، آقای علوی پیگیری کنید. گفت من اگه کار تو رو پیگیری کنم میترسم وضعیت بدتر بشه، فشارها بر تو بیشتر بشه. الانم من دارم میگم این منشور حقوق شهروندهای روحانی که هیچ، فقط برای رأی گرفتن بوده، ایشون اصلا مثل که منشور. آقای خزالی شما به آقای علوی اشاره کردید، آقای بخشی هم خواهان گفتگوی رو در رو مناظره با ایشون شده، مثالی هم که زدید از وزارت اطلاعاته. فقط این اتهام ها بر میگرده به وزارت اطلاعات یا اینکه دامنش گسترده تره؟ ببینید بنده رو وزارت اطلاعات گرفته بود، میگفتن شانس آوردی ما گرفتیم، اگر رفتیم سپاه شکرات پیشت میکردن. آقای رمضان زاده رو سپاه گرفته بود، به هم گفتن شانس آوردی اطلاعات نرفتی، وگرنه مجبورت میکردن. من بهشون گفتم شما ضد انقلابید، تو داری علیه یه نهاد دیگه صف سازی میکنی، سیاه نمایی میکنی، اونا علیه شما، هر دو تو ضد انقلابی که علیه همدیگه دارین سیاه نمایی میکنی. ولی واقعیت اینه که در همه جا هست و باید این اصلاح بشه. شرایطی که مثلا بنده رو 8 ماه نگه داشتن، وقتی آزاد شدم خب 40 کیلو وزن کم کرده بودم به خاطر اعتصاب غذا، مادرم گفت چقدر بورانی شدی، گفتم من هواخوری نرفتم، دو تا آفتاب بخورم دوباره رنگ پوستم برمیگرده. واقعا هواخوری نه، این بردن اجازه تماس نمیدادن، بعد از مدت ها میومد بازجو خودش شماره میگرفت، میگفتم من میخوام با همسرم صحبت کنم، میگفت نه اون هم فکر خودته، با مادرت فقط حق داری صحبت کنی. من نمیدونم اینا تو کدوم قانون میگنجد. سپاسگزارم از مهدی خزالی، فعال سیاسی از تهران. گفتگوی داریم با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی از بن آلمان، و همینطور محمد رضا نیکفر، نویسنده از بن آلمان. فعلا اجازه بدید که گفتگو رو با آقای اشکوری شروع بکنم. آقای اشکوری، در مورد شکنجه گفته میشه که نه شرع اجازه میده، نه اخلاق اجازه میده، نه هم قانون. در این صورت چرا تا این اندازه اتهام، دست کم اتهام علیه جمهوری اسلامی مطرحه؟ با سلام به شما و هموطنان و بینندگان، عرض کنم که شکنجه، خب البته از نظر فقهی میدونیم در گذشته اصطلاحی به نام شکنجه نداشتیم،
از اصطلاحاتی مانند تعذیب یک از همون عذاب دادن هست، یا فرض بفرمایید که ایذا یا مصلح کردن، اینا رو ما در فقه داریم. ولی به لحاظ مصداقی اگر نگاه کنیم، واقعیتش این است که همونجور که شما گفتین، هر نوعی شکنجه بخواد باشه، مصداقش هر نوع شکنجه باشه، هرچه بخواد باشه، یا هدفش هرچه بخواد باشه، از نظر شرعی، از نظر فقهی، از نظر دینی مطلقاً حرامه. هم از نظر فقهی و هم از نظر اخلاقی، هم از نظر قانون اساسی که توی اصل 38 قانون اساسی آمده. اما انگیزه های اعمال شکنجه همواره، حالا چه در ایران امروز یا دیروز یا هر کجای دیگه، متفاوته. تا اونجایی که من متوجه شدم 5-6 نوع هدف میتونه در ارتباط با شکنجه مطرح باشه. یکی از اینها برای درهم شکستن یک زندانیه، برای تحقیر اونه، برای گرفتن اعتراف علیه خودشه، برای نمیدونم نوعی تنبیه و مجازات، برای وادار کردن به نوعی از اعمال خاصی که بازجو میخواد یا نمیدونم که دستگاه حکومتی میخواد. انواع و اقسام هدف‌ها در این باره مطرح است و بعضی موارد یکی یا دو تا و همه اینها میتونه باشه. حالا اون چه که شما سوال میکنید که چرا تو جمهور اسلامی این نوع شکنجه ها که خود آقایون حداقل به لازم نظری نمیتونن ازش دفاع کنن، به همواره هم تکرار انکار میکنن، چرا اعمال میشه؟ من فکر میکنم همون هدف، همون انگیزه و همون فلسفه‌ای که در ارتباط با شکنجه هایی که در طول تاریخ نسبت به متهمان و محکومان و افراد و مخالفان و دیگراندیشان اعمال شده در ایران هم هست. ولی مهمترینش به نظر من دو تاست. یکی به خاطر اینی که افراد تحقیر کنن، در هم بشکنن، وادار به تسلیم کنن، وادار بکنن بیا تو تلویزیون علیه خودش حرف بزنه، کاری که در طول 40 سال در جمهوری اسلامی شده. و یکی دیگر هم این که بتونن که بالاخره ازش اعتراف بگیرن و به قصد گرفتن اعتراف زندانی رو تحت شکنجه قرار میدن. آیا اشکیواری گفته میشه که یکی از محملهایی که براش تراشیده میشه اینه که گویا اسمش رو تعذیر میگذارن یا تعذیب میگذارن، که شما هم اشاره کردید. کی تشخیص میده که این شکنجه است و این تعذیر یا تعذیب یا چیزی دیگر؟ هیچ کس. به واقع همینجور، این یک کلا شرعی است که آقایون درست کردن برای اینکه نام شکنجه رو نبرن. همونجور که شما هم نقل کردید مطلبی که فیلمی از مجلس خبرگان اول بررسی قانون اساسی، که این دیگه واقعا حجت رو تمام کرده. آقای مشکینی یک استدلال اونچنانی میکنه، آقای بهشتی و آقای منتظری هم سریع از موضوع دو تا فقیه جوابش میدن. مخصوصا جواب آقای مرحوم بهشتی خیلی قاطع و روشنه، میگه مسئله این نیست که با یه سیلی میتوان کسی رو وادار کرد که مثلا یه حقیقت رو بگه یا جلو یک جرمی یا جنایتی گرفته بشه. مسئله اینه که فتح باب نباید بشه. خب کی تشخیص میده؟ در دادگاه های قضایی جمهوری اسلامی حتی قاضی هم تشخیص نمیده، برای اینکه قاضی اینا ابزار دست نیروهای امنیتی هستند، حالا یا سپاه باشه یا وزارت اطلاعات باشه. در نهایت اون کسانی که به نام کارشناس گفته میشه، کارشناس هم معمولا مقاماتی هستند که بالاخره دستور میدن که شکنجه بشه نشه، برای چه بشه، به چه هدفی به اصطلاح انجام بشه. هیچ تشخیص به اصطلاح معیار تشخیص هم خودشونه. و بعد از طرف دیگر هم این افرادی هم که تحت شکنجه قرار میگیرن، چون نمیتونن از شکنجه دفاع کنن، یک کلا شرعی، یک عنوان شرعی برش درست کردن تحت عنوان تعذیب. و خوشبختانه آیت الله منتظری از معدود فقهای در دوره جمهوری اسلامی بود که صریح در کتاب دراساتون فل ولایت فقیه در جلد فکر میکنم دوم به صراحت گفته که تعذیر برای گرفتن اعتراف شرعاً و قانوناً و اخلاقاً محکومه. آقای نیکفر هم به بحث ما پیوستن. آقای نیکفر، سوالی رو من از آقای اشکیواری پرسیدم که مایلم از شما هم بپرسم، اینه که گفته میشه که شکنجه نه در اخلاق، نه در قانون، نه در شرع مجوز داره، ولی چرا این گونه هست که موارد زیادی مسجل شده که در جمهوری اسلامی شکنجه انجام میشه؟ و برآمده از تاریخ ما. شکنجه یک مفهوم مرکزی در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، جزئی از سلطنت، جزئی از فقاهت، جزئی از شرع هست، جزئی از ایمان ولایت. و از ابتدا به ویژه همبسته با این رژیم بوده. یعنی این یک سانحه در یک کارخونه نیست، و
بلکه جزء موادیه که این کارخونه تولید میکنه. ولی آقای نیکفر، ما در گزارشی که داشتیم اشاره شد که بحثایی در مجلس خبرگان بوده، آیت الله مشکینی میگفتن که آیا میشه از این استفاده کرد یا نه، ولی اون طرف کسانی مثل آیت الله منتظری، آقای بهشتی، اینها به شدت مخالف بودن و میگفتن مجوز شرعی نداره. این دقیقا مجوز شرعیش رو از خود نظام گرفته. وقتی که خمینی گفت زندان ما دانشگاهه، یعنی اینکه مبتنی بر یک رژیم حقیقت هست، یعنی شما میرید اونجا حقیقت رو در بیابید و این حقیقت اعمال میشه، یعنی بازجو این حقیقت رو به شما میقبولونه، حتی خودتون رو به خودتون میشناسونه. اگر ما ویدیو لو رفته شکنجه خانم سعید امامی رو نگاه کنیم، میبینیم که حتی فردی جایی نرفته، مثلا به اسرائیل، ولی شکنجهگر بهش میگه که تو رفتی اونجا. به این میگیم یک رژیم حقیقت. این در واقع تنبیه میکنه. تنبیه یعنی آگاه کردن، متنبه کردن. و این ریشه اجتماعی داره. ما هم به عنوان محصل تنبیه میشدیم. تنبیه اسم محترمانه کتک خوردن بود. تنبیه شدن. این جزئی از این یک رژیم تبعیضه و هرچی که میاد مضمون اجتماعیش مشخص‌تر میشه. ما در ابتدا این تصور وجود داشت که این صرفاً یک امر ایدئولوژیکه، به خاطر شدت ایمان این شکنجه‌گران هست، به خاطر نفرتی که از کافر دارن و به خاطر اینکه کافر رو اصلا نجس میدونن و یک جسم انسانی نمیدونن. ولی هرچی که بگذره محتوای اجتماعی این شکنجه روشن‌تر میشه. نیکفر ببخشید، وقتمون یه ذره محدوده. حد فاصله بین مجازات یک مجرم و شکنجه‌ای که شما ازش حرف میزنید کجاست؟ چون بعضی از مواردی که شما بهش اشاره کردید اینطور به نظر میاد که با مجازات فرد خاطی تداخل پیدا میکنه. نه، هیچ تداخلی پیدا نمیکنه. ما صحبت سر زندانی سیاسی هست. صحیح. در درجه نخست با زندانیان عادی هم بسیار غیر انسانی رفتار میکنن و این شکنجه فقط به زندان منحصر نمیشه. به حجاب اجباری یک نمونه ای از یک شکنجه است، ولی یک نظام تبعیضه که از درون خودش این سیستم شکنجه رو ایجاد میکنه. من برای این مضمون ایدئولوژیکش رو به عنوان الهیات شکنجه ازش نام بردم. ولی الان که میایم در نمونه آقای اسماعیل بخشی میبینیم که این مضمون اجتماعی داره، این الهیات شکنجه. مضمون اجتماعی اون اقتصاد سیاسی دین هست، یعنی اون کسانی که آقای اسماعیل بخشی رو شکنجه کردن و از به خودشون گفتن ما سربازان گمنام امام زمان هستیم. ما در این حال الان میدونیم اینها سربازان گمنام سرمایه‌داری هستند، اینها سربازان گمنام یک رژیم خشن تبعیض و استثمار هستند. بسیار خوب. آقای اشکوری، شما اشاره کردید که خب به گستردگی در حکومت ایران از شکنجه استفاده میشه. تا حالا نشده که ما شنیده باشیم برخوردی با این پدیده صورت گرفته باشه، مثلا کسی رو به دادگاه برده باشن به خاطر اینکه شکنجه‌ای صورت داده و یا مثلا مجازاتی رو؟ ممکنه در مواردی باشه ولی کمتر شنیدیم. بله همینطوره. دلیلش هم همون نکاتی بوده که جناب نیکفر گفتن، برای اینکه این سیستم به گونه ای هست که به طور سیستماتیک شکنجه میکنه. حالا شکنجه رو چه در معنای موسطش بگیریم، چه در معنای محدود و حقوقی و جزاییش بگیریم، روانیش بگیریم، خب همه اینها از مصادیق شکنجه است که منم در گذشته صحبتم بهش انواع اینها اشاره کردم، به انگیزه های اونم اشاره کردم.
ولی چون اساساً این نظام بر این سیستم پایه‌گذاری شده که باید مخالف، منتقد، دیگراندیش رو قیمتی حذف بکنه و از این جهت هم هست که برای حذف رقیب هیچ حد و مرزی نمیشناسه. حالا اگر هم یه مواردی بوده مثل همون جریان سید امامی که خیلی علنی شد، آشکار شد، شکنجه های عجیب غریبی که من خودم تا اون زمان با اینکه دهه 60 رو دیده بودیم، خیلی چیزا رو خونده بودیم، خیلی چیزا رو شنیده بودیم، از زندانی ها شنیده بودیم، یعنی آدمای بی اطلاعی نبودیم، ولی من خودم شخصا اینجا اذعان میکنم تا زمانی که اون فیلم من ندیده بودم واقعا باور نمیکردم که در این حد اونم با خودی هاشون در زندان این چنین بکنن. حالا چرا این چنین میکنن؟ به خاطر اینکه بعد اینا همیش مجازات نشدن، آره یه مدتی گفتن زندان شدن، محکوم شدن، چند ماهی موندن نموندن، نمیدونم چه سرنوشته پیدا کردن، به هر حال مجازات نشدن کسانی که اون کار را انجام داده بودن، اونا هم با خودیاشون کرده بودن. خب حالا برای چی مجازات نمیشن؟ برای اینکه اگر بنا بشه که این نیروهای خودیشون رو، این نیروهای وفادارشون رو، اینایی که به هر حال برای تحقق اون حرفایی که رهبری گفتن که اینا حتما خارجی هستن، حتما وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه هستن، شما مطابق برید پیداش بکنید، اونم در اونجا میگه که من حرف رهبر اینه که میخوام اینو اثبات بکنم، صریحا در اون فیلم گفته میشه. خب اگه بنا بشه که نظام و حکومتی که از ابزار اینا برای سرکوب، برای حذف دیگر اندیشان، برای حذف مخالفان، برای شکنجه دیگران استفاده میکنه، هی مرتب اینا رو بگیره و زندانی کنه و محاکمه کنه و افشاشون بکنه، خب دیگه کی میمونه برای استفاده اعمال خشونت یا ابراز شکنجه؟ بنابراین هیچ چاقویی هم دسته خودش رو نمیبره دیگه. این قاعده است، هم در ارتباط جمهوری اسلامی هست، هم در ارتباط با هر نظامی مشابه اون. بنابراین کاملا واضح و روشنه که چرا اینا مجازات نمیشن. نه این نکفر، شما به دامنه تاریخ، سابقه تاریخی شکنجه اشاره کردید، ولی اگر اینطور که شما میفرمایید هست که مجوز و مبنای شرعی تراشیده شده برای شکنجه، خب ما در کشورهایی که نظامهای غیر دینی دارن هم این رو میبینیم. نمونش اتهامهای زیادی علیه دولت آمریکا در زمان جورج بوش مطرحه. درسته، کافیه که شکنجه رو با جمهوری اسلامی رو با نظام شاهنشاهی مقایسه کنیم. در نظام شاه شکنجه میکردن که تو این کتاب رو از کجا آوردی؟ بازجو میخواست بفهمه که روابط تو چیه. در این جمهوری اسلامی در مورد مضمون کتاب با شما بحث میکنن، میخوان شما حقیقتی رو که اونها میپندارن حقیقته بپذیرید. شما این یک وجه دیگه ای داره، یعنی اینها یک حقانیت برای خودشون قائلن، اینا دنبال اطلاعات فقط نیستن، اینا میخوان به شما یک حقیقتی رو بقبولونن، شما رو میخوان دگرگون کنن، یعنی همزمان میخوان حقیقتی رو ابلاغ بکنن و میخوان شما رو دگرگون بکنن. این یک عکت، یک اقدام الهیه، تغییر دادن و حقیقتی رو برنمودن طبق اونچه که ما از الهیات میدونیم، یعنی این یک عمل الهیاتی است، ولی این عمل الهیاتی مضمون اجتماعی داره، مضمونش دفاع از یک نظام تبعیض هست، دفاع از یک نظام استثماری هست. این خیلی خیلی کوتاه آقای اشکوری، آیا با این توصیفاتی که شما کردید در حد 30 ثانیه اگر بفرمایید، هیچ امیدی میره که دامنه آنچه که ازش تحت عنوان شکنجه یاد میشه محدودتر بشه در این حکومت؟ خیلی کوتاه لطفا. والا نمیشه خب دقیقا گفت که سیر حوادث به کدوم طرفه، چه تغییراتی حاصل میشه، نظام حکومتی یا حاکمان فعلی در برابر خواسته های به حق مردم، حتی همون قانون خودشون نوشتن، بالاخره منعطف میشن، کوتاه میان یا نمیان، نمیشه غیب گویی کرد. ولی واقعیتش اینه که اگر گذشته رو نگاه کنیم در طول این سیر حوادث در 40 سال اخیر، من خیلی خوشبین نیستم و خیلی امیدوار نیستم که حداقل به این زودی ها دامنه این نوع اعمال خشن یا اعمال شکنجه، حالا چه در زندان، چه در بیرون زندان، چه در جامعه، واقعا محدود بشه تا اونجایی رو که واقعا حداقل در حد مطلوبی برسه، بگیم خیلی خوب، حالا یه حداقل شکنجه یا آزاری وجود داره ولی قابل تحمله. و ببینید اینکه اگر این رو قبول کنیم که نظام به سرعت داره به سوی
عرض کنم که ضعف بیشتری میره، معمولا حکومت های دیکتاتوری وقتی که احساس ضعف هم بکنن اعمال خشونتشون هم بیشتر میشه. و آقای نیکفر خیلی کوتاه در حد 20 ثانیه، شما چی فکر میکنید؟ آیا میشه امیدی داشت به اینکه دامنه شکنجه محدود بشه؟ بله، با خیزش مردم، با مقاومت مدنی، با این نامه اسماعیل بخشی، از این طریق میتونیم شکنجهگران رو شلاق رو از دستشون بگیریم. متشکرم. در نهایت مردم باید بگیرن. سپاسگزارم از علیرضا نیکفر و همینطور حسن یوسفی اشکبری، هر دوی آقایون از آلمان با ما. بیننده 60 دقیقه هستید. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی میگیریم. محمد علی جداری فروغی، وکیل بعضی از کارگران گروه ملی فولاد ایران، از بازداشت محمد رضا نعمت‌پور از کارگران این مجتمع خبر داد. آقای فروغی گفته این کارگر دیشب در خانه خود بازداشت شده. 7 نفر دیگر از کارگران معترض فولاد اهواز در بازداشت هستند. کارگران فولاد اهواز میگویند چند ماه از حقوق نگرفتند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان وزیر خارجه بریتانیا را عجولانه، نادرست و مداخله در امور داخلی ایران توصیف کرد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا دیروز با انتقاد از ادامه بازداشت نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، دسترسی نداشتن او به امکانات پزشکی را شرم‌آور خوانده بود. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد میگوید از آنجا که دولت موافق فیلتر کردن تلگرام نبود، آن را بدون دقت و زمینه سازی لازم انجام داد. به گفته آقای علم الهدا این مسئله باعث بروز مشکلاتی شده. به رغم فیلتر شدن تلگرام در اردیبهشت ماه امسال، تعداد زیادی از کاربران هنوز از این پیام رسان استفاده میکنند. تعدادی از خبرگزاری ها و مسئولان دولتی هم در تلگرام فعال هستند. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد راننده اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد سکته نکرده. این پیشتر به عنوان یکی از دلایل احتمالی واژگونی اتوبوس مطرح شد. 10 نفر در این تصادف کشته و بیش از 25 نفر زخمی شدند. به دنبال واژگونی این اتوبوس، دانشجویان واحد علوم و تحقیقات خانواده‌هایشان در تجمع اعتراضی خواستار استعفای علی اکبر ولایتی رئیس هیئت کمانای دانشگاه آزاد شدند. در ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولین جلسه به ریاست صادق لاریجانی لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. این از شروطی است که ایران باید برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF اجرا کند. این نهاد خواست ایران درباره گردش مالی خود شفاف سازی کند، با این هدف که نه پولشویی اتفاق بیفتد و نه برای تروریسم هزینه شود. از مهلتی که به ایران داده شده کمتر از یک ماه باقی مانده، اما در این مدت سرنوشت باقی لوایح چه خواهد شد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران با ماست. آقای مهدوی آزاد، می‌دونیم که بر سر تصویب این لوایح مخالفت‌های بسیار زیادی بوده و اتفاق امروز میتونه از این لحاظ مهم باشه، ولی واقعا چقدر قدم مهمی هست برای پیوستن کامل ایران به FATF فکر می‌کنید؟ اول اینکه در فرض سوال من مشکل دارم، مخالفت‌های خیلی زیادی نیست. 3-4 تا نهاد نزدیک به آقای خامنه‌ای است، از آستان قدس رضوی گرفته تا سپاه پاسداران، مجموعشون همشون جمع بکنید 50,000 نفر نمیشن. این کشور 80 میلیونی به هر حال از تصویبش جلوگیری کرده بودن. بین مجمع تشخیص و مجلس شورای نگهبان به استناد ساختار بوروکراتیک کشور مقابل این لوایح ایستاده بودن. از روز اول هم قابل پیش بینی بود. ده ها کارشناس به بی بی سی گفتن که جمهوری اسلامی راهی جز تصویب اینها نداره. چرا راهی نداره؟ چون وزیر خارجه خود ایران میگوید که بانک های روسی و چینی هم به ما گفتن اگر تصویب نکنید با شما کار نخواهیم کرد، چون رئیس جمهور میگوید ما شانس دیگری نداریم. منتها این اتفاقی که امروز افتاد در واقع آقای صادق لاریجانی باعث شد مسیری که آقای محسن رضایی در همون حوزه‌ای که عرض کردم به استناد غیبت آقای شاهرودی که توی مجمع ایجاد کرده بود مقابل این لوایح کاملا ایستاده بود مسدود بشه. مجمع البته تو مصوبه امروزش خواسته آقای محسن رضایی رو در واقع اجرا کرد، خواسته ای که جلسه پیش مجمع تصویب شده بود. در واقع اینا یه بحثشون این بود که منشأ پول که تو مصوبه مجلس اومده بود، یعنی گفته بودن خرید و فروش نفت و فراورده های نفتی خارج از شبکه مجاز کشور قاچاق محسوب بشه و پولش هم در واقع جزء پول قاچاق محسوب بشه و پولشویی محسوب بشه، اون رو تونستن حذف بکنن. آقای صادق لاریجانی در مقابل اون حرفی نزد و عقب برنگشت. منتها مشکلات جدیدی که قرار بود ایجاد کنن،
خواسته هایی که در مورد بندهای بقیه این مصوبه داشتن جلوشو گرفتن. به قول آقای اسپایی مقدم، آقای صادق لاریجانی یک پلن سیاسی رو اجرا کرد، مصوبه سران قوا رو در واقع به تصویب رسوند. الان موضوعی که هست اینه که لوایح پیوستن به FATF لوایح بسیار مهمی هستن، از جمله پولشویی. همین مدتی پیش آقای ظریف وقتی که گفت در ایران پولشویی وجود داره، خیلی واکنش‌های خیلی شدیدی به او انجام شد. چقدر واقعا ایران میتونه که اینها رو از لحاظ عملی اجرایی بکنه و به طور واقع از این لیست سیاه بیرون بیاد؟ ببین، دیروز هم اعلام شد که یکی از مقامات سیاست خارجی ایران اعلام کرد که اتحادیه اروپا این کانال مالی ایران و اروپا رو که خیلی هم ایران روش حساب باز کرده رو به بهانه، به انتقاد از اینکه ایران لوایح FATF رو هنوز تصویب نکرده، به تعویق انداخته. بنابراین این شرط اساسی است. واقعیت هم این هستش که اگر قرار باشه این لوایح، مخصوصا دو تا کنوانسیون ها که هنوز تصویب نشده، یعنی کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون CFT، اگر قرار باشه همون جوری که نوشته شده تصویب بشه، سیاست خارجی ایران به کل باید عوض بشه. یعنی این لوایح مثلا تعریفشون در مورد تروریسم توریست هست که نه تنها فقط حماس، حزب الله لبنان، بلکه حتی شیخ زکزاکی در نیجریه هم یه جورایی در واقع کمک مالی بهش محدود میشه. ولی اینقدر هم حقوق در واقع حق شرط، حق تحفظ در حقوق بین المللی جدی هست. همین که ایران به هر حال یک کشور، یک ساختار یا عالم دیپلمات داره یا یک ساختار پیچیده داره، به هر حال ایران میتونه، در لوایح قبلی هم تونسته، میتونه یه جورایی این قوانین رو دور بزنه. من فکر میکنم که ما شاهد دور تازه از کشمکش ها خواهیم بود، یعنی کشمکش بین ایران با کارگروه اقدام مالی، کشمکش بین ایران و نهاد کشورهای سالس، کشورهای طرف در واقع مدعی مبارزه با تروریسم، مخصوصا ایالات متحده آمریکا و بعد اتحادیه اروپا. منتها این فشاری که الان روی ایران هست که اگر اینا رو تصویب نکنید، با تصمیم لوایح برداشته خواهد شد. برای من در مرحله اول این نیست که ایران چقدر میتونه اجرا کنه، فکر نمیکنم کامل بتونه اجرا کنه و کامل بخواد اجرا کنه. در مرحله اول مسئله این هستش که بتونه اینا رو تصویب کنه، از این فشار در واقع رها بشه. تصویب این لوایح چقدر کمک میکنه تسهیل رابطه ایران با اروپا رو، مخصوصا بعد از برداشته شدن برجام؟ اون چیزی که در موردش تمام کارشناسان متفق هستن، کمکی به در واقع تسهیل روابط ایران و اروپا یا تسهیل روابط بانک ایران نخواهد کرد، بلکه مانع از فروپاشی این روابط خواهد شد. الان در شرایطی که ایران تحت تحریم ها هست، بحث توسعه روابط ایران و اروپا اصلا مطرح نیست، حتی بحث توسعه روابط مالی ایران با چین، با روسیه هم حتی مطرح نیست. بحث این هستش که یک کانال حداقلی مالی وجود داشته باشه برای اینکه نیازهای اولیه کشور اجرا بشه، ایران بتونه به صورت حداقلی از یه سری از بانک ها در واقع امتیازاتی بگیره، چیزایی که لازم داره رو بگیره. این در واقع لوایح چهارگانه FATF شرط لازم، نه لزوما شرط کافی، شرط لازم برای این هست، برای از فروپاشی یک شبه روابط بانکی ایران که به گمانم تاثیرش چند برابر تحریم های آمریکا خواهد بود، پیشگیری میکنه و جلوگیری میکنه. متشکرم از شما مهدی مهدوی، آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بنامان. در ادامه این برنامه 60 دقیقه، درهای بسته به روی یک دیوار، دونالد ترامپ میگوید لازم باشد دولت سالهای سال تعطیل میماند. سعید شریعتی، فعال سیاسی و عضو سابق جبهه مشارکت، روایت شخصیش را از مذاکرات میرحسین موسوی با آیت الله علی خامنه‌ای بعد از انتخابات جنجالی سال 88 منتشر کرده. آقای شریعتی نوشته وقتی آیت الله خامنه‌ای میرحسین موسوی را به رعایت قانون دعوت می‌کند، آقای موسوی می‌گوید شما نتیجه انتخابات را قبل از بررسی‌ها تایید کردید و در این شرایط کسی روی حرف شما حرف نمی‌زند. در روزهای اخیر و بعد از انتشار یک سخنرانی از رهبر ایران در روزهای بعد از انتخابات سال 1388، موضوع آنچه در جلسات او و میرحسین موسوی گذشته موضوع بحث شد. خود آقای موسوی خواهان انتشار بدون سانسور آن گفتگوها شده. حمزه غالبی، مسئول کمیسیون جوانان ستاد میرحسین موسوی در انتخابات سال 1388، از پاریس با ماست. آقای غالبی، این روایتی که منتشر شده از گفتگوها میان آیت الله خامنه‌ای و میرحسین موسوی، آیا بعد از پاسخی است به انتقادها از تیم آقای موسوی که گفته میشد اگر آیت الله خامنه‌ای اون رو منتشر نمی‌کنه، چرا شما منتشر نمی‌کنید؟ ببینید، صورت مسئله در واقع اینه که آقای موسوی و کسانی که سال 88 به نتیجه انتخابات معترض بودند، بازداشت شدند، رسانه‌هاشون حذف شده و محدود شدن از این که توضیح بدن چه اتفاقی گذشته، و از اون طرف تو تریبون‌های رسمی کشور سالها و سالها
تهمت زدن، افترا کردن و یک طرفه تهمت و افترا علیه آقای موسوی و کلیت اون اعتراض و جنبش صد بیان کردن. مسئله اصلی این اعتراض به این رویه است که باید این رویه شکسته بشه و به هر دو طرف ماجرا اجازه بدن که با مردم حرف بزنن. اینکه یک طرف ماجرا بیاد توی تلویزیون و هر چی دوست داره بگه و از قصه اینه که آقای موسوی خواستن که اوکی اگر شما فکر میکنید تو اون جلسه چیزی گذشته که با شما با گفتن گوشه‌ایش به شما حقانیت میده، انقدر جوان مرد باشین که همه جلسه رو منتشر کنین که ما رسوا بشیم. صورت مسئله اینه. صورت مسئله این نیست که دقیقاً حالا اون جمله‌ای تو جلسه گذشته چیه. صورت مسئله اینه که به ما اجازه نمیدن حرف بزنیم. در هر صورت الان متنی منتشر شده که گفته میشه دست کم از طرف یکی از طرفها تلقی دقیق تری از اون جلسه است. از نظر شما آیا نکته تازه‌ای در این گفتگو وجود داره؟ ببینید نکته، من نمیخوام در مورد محتوای جلسه صحبت کنم چون اصل ماجرا همین ممنوع بودن حرف زدن در مورد این. اصل ماجرا اینه که آقای موسوی از موقعی که اعتراض داشتن به نتیجه انتخابات نتونستن با مردم حرف بزنن و صورت مسئله اصلی از سال 88 این نیست که تو جلسه بسته چی گذشته. اتفاقا صورت مسئله اینه که یه بخشی از جامعه اعتراض داشتن، اعتراضشون به رسمیت شناخته نشده. مسئله به رسمیت نشناختن حق اعتراضه. اینکه ما اعتراض داشتیم، هر حرفی زدیم، حق نداشتن گلوله جنگی به سمت ما شلیک کنن، حق نداشتن ما رو زندان کنن، حق نداشتن آقای میرحسین موسوی رو بندازن حذف بدون محاکمه. صورت مسئله اصلی ایناست. اینکه حالا توی جلسه در گوشی چی گفتن یا کی چی نقل کرده، مسئله ای که ما باش دست به گریبانی ما حل نمیکنه. آقای قالبی، ولی خب آقای میرحسین موسوی بعدش بیانیه‌های متعددی صادر کردند، تیم ایشون خیلی‌هاشون خارج از کشور هستند، شبکه‌های اجتماعی، درسته که تریبون رسمی در اختیار اونها نبوده ولی دسترسی خوبی به شبکه‌های اجتماعی داشتن، میتونستن روایت خودشون رو بیان کنن. ببینید روایت اتفاقا به همین دلیلی که گفتین که مردم از توی اینترنت از جای مختلف حرف زدن، تلاش رسمی برای این که یک روایت رسمی رو تثبیت کنه موفق نشده و به نتیجه نرسیده. به همین دلیل هم هست که هر سال سعی میکنن این کار دوباره تکرار کنن، پول میذارن، فیلم میسازن و حرفاشون رو تکرار کنن، چون اتفاقا همین چیزایی که میگین جلوی تثبیت اون روایت رو گرفته. ولی میخوام باز توجه شما رو به این جلب کنم که ریشه ماجرا این نیست که اون چی گفته، من چی گفتم، اونا چی گفتن، ما چی گفتیم. ریشه ماجرا اینه که یه بخشی از جامعه یه حرفی داشته، یه اعتراضی داشته و این وجود معترض کتمان شده، نفی شده. اصل ماجرا اینه. صورت مسئله رو، بحران جدی سیاسی که داریم رو به این کاهش ندیم که فلانی چی گفت، فلان چی نگفت. مسئله ما، بحث گفتگوی ما با طرف مقابل به این راحتی ها قابل حل نیست. قرار هم نیست همدیگر رو قانع کنیم، ولی چیزی که باید اونا قانع بشن که باید به رسمیت بشناسن که یه عده شهروند ایرانی وجود دارن که معترضن ولی دشمن نیستن. شهروندی وجود دارن که سبک زندگی اونا رو به رسمیت نمیشناسن، یه جور دیگه زندگی میکنن ولی فتنه‌گر نیستن. معترضن، اعتراض دارن، میخوان بیان تو خیابون ده. اعتراض کنن ولی ضد انقلاب و دشمن نیستن. صورت مسئله اینه. ولی ما نباید اگر خود اون گفتگوها خیلی اهمیتی نداره اونطور که شما میفرمایید، گفتگوهایی که مطرح شده، چطور است که الان گفته میشه آقای موسوی خواهان این شده که اون گفتگوها منتشر بشه؟ ببینید من مجبورم تکرار کنم. ببینید این تلاش آقای موسوی برای بازخواستن این حق حرف زدن و اعتراض کردنه. برای توضیح به این نکته است که ناجوان مردانه ایشون سالهای ساله که یک طرفه بهش توهین میشه، بهش افترا بسته میشه، بهش تهمت زده میشه. این که درسته ما میتونیم و مردم توی شبکه‌های اجتماعی حرف زدن و جلوی تثبیت اون روایت رو گرفتن، صورت مسئله رو که عوض نمیکنه که. سپاسگزارم. ممنونم از حمزه قالبی، مسئول کمیته جوانان ستاد میرحسین موسوی در انتخابات سال 1388 از پاریس.
انتشار ویدیوهایی از مقدار فراوانی درختان قطع شده که در منطقه ارسباران یا قره‌داغ موجی از اعتراض ساکنان آذربایجان شرقی را با همراه داشت. مسئولان محلی اطمینان دادند درختان قطع شده متعلق به باغ‌های خصوصی بودند، ادعایی که با روایت و تصاویر منتشر شده توسط مردم منطقه همخوانی ندارد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. حتی برای جامعه‌ای که حفظ منابع طبیعیش هنوز یک مطالبه عمومی نیست، این ویدیو از درختان قطع شده قره‌داغ یا همان ارسباران افکار عمومی ایران و مردم آذربایجان شرقی را منقلب کرد. هر کدام از این تنه‌های تنومند متعلق به درختانی سرفراز بودند. درختانی که هزاران سال است راوی حکایت‌ها و خاطره‌های مردم منطقه بودند. حالا مردم منطقه می‌گویند درختان قره‌داغ به تاراج می‌روند. روندی که به گفته آنها سالها وجود داشته، ولی در هفته‌های اخیر شتابی چند برابر گرفته و اعتراض‌ها را از شبکه‌های اجتماعی و صدا و سیما به تریبون نماز جمعه تبریز کشاند. جنگل‌های قره‌داغ و جنگل‌های ارسباران قلب تپنده بو منطقه ده. بیزجره هاموموز مواظبت لیا، حفاظت لیا، خراست لیا. استنم که سریعا بیر گفتگوی ترتیب برسنر مردم جریان بو قطع آغاشلارده قرار برسنر. با دخالت امام جمعه تبریز مسئولان محلی هم به تکاپو افتادند و گفتند درختان قطع شده جنگلی نبودند، بلکه متعلق به باغهای خصوصی باغداران بودند. برای بی بی سی این امکان نیست که تایید کند چه مقدار از این درختان در باغ‌های خصوصی قطع شدند و چه مقدار در مناطق جنگلی. اما آنچه باغداران منطقه میگویند حکایت از فشاری دارد که تقاضای صنایع چوب در شمال ایران اعمال می‌کند که قیمت چوب را تنها در یک سال گذشته از کیلوی 4000 تومان به کیلوی 8000 تومان رسانده. دلیلش هم قانون تنفس جنگل‌های شمال کشور بود که 2 سال پیش مجلس ایران تصویب کرد و همان زمان نیز با مقاومت بعضی از نمایندگان روبرو شد. اگر شما این علاقه بکنید، بس همه پیمانکارهایی که در بخش جنگل قرارداد بستن، قرارداد قانونی هزینه کردن، تجهیز کارگاه کردن و زمان صرف کردن، اینها ورشکست میشن. هرچند حالا جنگل‌های شمال کشور اندکی تنفس میکنند، قاچاق چوب در استان گلستان، اما همان تاجران چوب چشم به جنگل‌های غرب و شمال غرب ایران دوختند، از جمله در منطقه ارسباران یا قره‌داغ. ایران کشور بسیار خشکی هست، از این رو حساسیت هم باید نسبت به حفظ پوشش جنگلی زیاد باشه. اینجا جنگل‌های ارسباران یا قره‌داغ با اینکه 500 مساحت کل ایران رو تشکیل میدن، اما 13% تنوع زیستی ایران تنها در این نقطه کوچک متمرکز شده. اگر همین جنگل‌های ارسباران یا قره‌داغ در کشور سبز ایتالیا واقع شده بود، 17% تنوع زیستی ایتالیا رو همین نقطه تشکیل میداد. با اینکه مسئولان محلی تاکید میکنند درختان قطع شده از باغ‌های خصوصی هستند، به نام یگان حفاظت منابع طبیعی تاکید میکنند که یگان حفاظت از منابع طبیعی محموله های چوب را متوقف و بازرسی میکند و وزارت کشاورزی هم دستور داده دیگر حتی درختان باغ‌ها نیز قطع نشود، اما همان مسئولان از لابلای خبرها پرده از یک تخلف بزرگ برداشتند. 20 تن درخت جنگلی ارسباران با مجوز اداره منابع طبیعی شهرستان خدافرین قطع شدند به بهانه سدسازی. مسئولان گناه را به گردن یک فرد خاص در اداره منابع طبیعی انداختند و وعده مجازات نه آن فرد بلکه رانندگان حمل چوب‌ها را دادند. مجازات راننده‌ها با توجه به فراوان بودن تعداد آنها کار آسانی نیست، چه برسد به برخورد با دست‌های یک لابی صنعت چوب که درختان سالمند را در دل شب راهی کارگاه های چوب بری می کنند. توان تبریز زندان، سیاوش اردلان، بی بی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر لازم باشد تا ایجاد شرایط لازم برای ساخت دیوار در مرز مکزیک وضعیت فوق‌العاده اعلام میکند. نمایندگان دموکرات همچنان برای تصویب بودجه درخواستی ساخت دیوار با کاخ سفید اختلاف دارند. همین باعث تعطیلی بخشی از ادارات دولتی فدرال شده. دونالد ترامپ میگوید لایحه بودجه‌ای که ساخت دیوار را تامین نکند امضا نمی‌کند.
کامز فتایی خبرنگارمون از واشنگتن با ما. در مورد این وضعیت فوق‌العاده‌ای که آقای ترامپ ازش حرف میزنه بیشتر بهمون بگو و اصولا در چه شرایطی رئیس جمهوری در آمریکا میتونه وضعیت فوق‌العاده اعلام کنه؟ کامبریز. خب وضعیت فوق‌العاده رو فعلا در به صورت لفظی گفته، تهدید در واقع یک تهدید لفظی کرده. اگر بخواد همچین کاری رو انجام بده باید دستورش رو صادر بکنه و این دستور رو رسما به کنگره ابلاغ بکنه. پروسه در واقع قانونی خودش رو داره، برای یک سال هم معمولا اعلام میشه و بعد تمدید میشه. در مورد ایران مثلا 40 سال پیش آقای جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت بعد از گروگانگیری حساب‌های ایران رو مسدود کردن، اساس تحریم‌ها رو گذاشتن. این دقیقاً بر مبنای اعلان حالت فوق‌العاده، البته از نوع بین‌المللیش بود، منتها حالت فوق‌العاده بود که به رئیس جمهور یک همچین اختیاراتی رو میده که در حالت عادی شاید ماها بخواد طول بکشه، اینها در عرض یک شب یا یک ساعته با یک دستور خیلی سریع انجام دادن. در موارد بسیار بسیار اضطراری و به حال فوق‌العاده هست، در این مورد هم بنابر اساس این اختیار بالقوه آقای ترامپ اونطور که تهدید کرده و قانونا هم میتونه در واقع اعلام بکنه که حالت اضطراری در مرز جنوبی هست و بر حالت فوق‌العاده اعلام بکنه و بر اون مبنا بودجه اون 5 میلیارد دلاری حداقل تاسیس اون دیوار رو تاسیس بکنه. منتها فعلا در حد حرف هست و در عمل کاری انجام نداده. این دیواری بوده که میخواسته در مرز مکزیک بسازه آقای ترامپ، ولی خودش با دیوار بلندتری روبرو شده الان برای گرفتن این بودجه. واقعا چه کارهایی میتونه بکنه و واقعا تا چه حد احتمال داره که او در نهایت بتونه این بودجه رو به دست بیاره؟ خب اول قرار بود که بعدی آقای ترامپ بعدی انتخاباتش اگر خاطرتون باشه این بود که گفت مکزیک قرار هستن پولش رو بده و که اینطور نشد. بعد گفتن که اون پیمان نفتا رو که کنسل کردن و پیمان جدیدی رو بین آمریکا، کانادا و مکزیک برقرار کردن، گفتن انقدر صرفه‌جویی در هزینه‌ها خواهد شد که این پیمان جدید هزینه دیوار رو تامین خواهد کرد، که این هم میشه گفت شاید در حد لفظی بود. به کنگره مراجعه کرد و در 2 سال آخر تامین نشد. این بار خیلی محکم ایستاده و میگه تا این تامین نشه، این وعده انتخاباتیش تامین نشه و اون پول رو نگیره، اگر بخشی از دولت که هیچ دوده 1/4 دولت هم هست تعطیل بشه او هیچ مشکلی نداره. بسیار بسیار محکم ایستاده. و البته این رو باید بگم از طرف جناح دست راستی حزب خودش، محافظه‌کاران، به شدت تحت فشار هست آقای ترامپ. در داخل حزب جمهوری‌خواه برخی میخوان مصالحه بکنن، راهی پیدا بکنن، منتها خودش تحت فشار هست و میشه گفت خیلی محکم هم ایستاده و میگه که نه فقط ماها که حاضر است، سالها بگفتی او بخشی از دولت رو همینطور تعطیل نگه داره تا اینکه بودجه این 5 میلیارد دلار رو تامین کنه. چقدر ممکنه این موضوع بسته ماندن دولت بتونه دوام بیاره و آیا این میتونه موجب اعتراض کنگره بشه؟ خب این میتونه ادامه پیدا کنه. البته فراموش نکنیم کار کلی دولت مختل نشده، منتها بخشایی از دولت مختل هست. بالفرض مثال سازمان ناسا، سازمان فضایی آمریکا تقریبا الان به کل تعطیل هست. از همه مهمتر شاید گفت در این فصل هم برای دولت و هم برای مردم اداره دارایی که بخشی از خزانه داری هست تامین هست. اینها پولهای مالیاتی مردم رو باید بگیرن، همینطور باید پس بدن مقدار زیادی از این پول رو به مردم و بسیاری از مردم در آمریکا روی این پول، روی این پیچکی که میگیرن حساب میکنن. این که IRS که همون اداره دارایی باشه، بسته شدن این باعث خواهد شد که به دولت ضربه مالی وارد بشه، مردم پولشون رو نگیرن، میتونه باعث اعتراضات بسیار زیادی بشه و از چند روز آینده صدها هزار کارمند دولت هم اگر پول رو دریافت نکنن اینها هم به حال باعث نارضایتی ها میشه. علی رغم تمام این مسائل و همینطور وجهه سیاسی که داره که وجهه خوبی هم نداره از لحاظ دولت آقای ترامپ، بخشیش در واقع نمیتونه کار بکنه. کنگره نیست که تعطیل شده، دولت آقای فدرال هست و این در نهایت شاید بشه گفت ضربه‌ای که به او وارد میشه بیشتر هست. علی رغم تمام این هزینه ها فعلا حداقل موضع رسمی آقای ترامپ این هست که ایستاده و مصالحه نخواهد کرد مگر اینکه دموکرات ها مصالحه کنند و هزینه دیوار مرزی او رو تامین کنند. مسئله برای آقای ترامپ حیثیتی است کامیز و می‌دونیم که با توجه به سابقه‌ای که از او سراغ داریم هیچ چیزی از آقای ترامپ بعید نیست. دموکرات ها واقعا چه قدرتی دارند در مقابل او؟ خب دموکرات ها میشه قدرتشون این هست که اونها هم مصالحه نکنند. اون چیزی که اونها دارن کنترل میکنن در واقع اون
پولی هست که باید بدن در مجلس نمایندگان، باید بیان و در واقع تصویب بکنن این رو، و همینطور در سنای آمریکا که در واقع خودداری کرده از این کار. با خودداری از تصویب این لایحه و این پول، پولی هم که صحبت میکنیم یه چیزی حدود، آقای ترامپ یه چیزی حدود 5.5 میلیارد میخواد، دموکرات ها میگن 1.3 میلیارد ما میخوایم بدیم. این 3-4 میلیارد اختلاف هست، عدم تأمین این هست که قدرت دموکرات هاست. و البته اینو فراموش نکنیم، دموکرات ها حزب اپوزیسیونن، حزب مخالفن، حزب مخالف دولت هستن در عمل، و کار اپوزیسیون مخالفت هست و این کار رو دارن میکنن. و تا این لحظه هم نشانی که داله بر این باشه که بخوام مصالحه‌ای بکنن دیده نمیشه، و به هر حال به این بنبست رسیدیم، و به هر حال این میتونه البته یکی از شگردهای مذاکرات دو طرف هم باشه. متشکرم ازت کامبیز فتایی در واشنگتن. جام ملت‌های آسیا امروز با مسابقه‌های تیم‌های امارات متحده عربی میزبان و بحرین در ابوظبی شروع شد، مسابقه‌ای که با نتیجه 1-1 مساوی به پایان رسید. اما تیم ملی ایران هم در ابوظبی اردو زده و خود را برای اولین مسابقه مقابل یمن آماده می‌کند. پوریا ژافره از امارات گزارش می‌دهد. استادیوم شهر ورزشی زاید، افتتاحیه جام ملت‌های آسیا 2019، مهمترین جام فوتبال بین‌المللی قاره که برای اولین بار 24 تیم برای بردن آن تلاش می‌کنند. از نظر بنگاه‌های شرط‌بندی، کره جنوبی و ایران بخت‌های اصلی قهرمانی هستند. در فاصله دو روز اولین مسابقه، تمرین ایران در آرامش برگزار شد. هواداران ایران که در 8 سال گذشته تیم محبوبشان را به دست کارلوس کیروش پرتغالی سپردند، انتظار دارند این بار تیم ملی با دست پر به تهران برگردد. قرار است تجربه دو دور جام جهانی مقابل بعضی از قوی ترین تیم های دنیای فوتبال در دو طرف زمین به کمک بازیکنان هجومی و دفاعی ایران بیاید. آخرین تمرین تیم ملی ایران در کمپش در زمین کریکت شماره 2 ابوظبی، قبل از اینکه فردا به استادیوم برن و خودشون رو برای بازی با یمن با محیط استادیوم آشنا بکنن. مسابقه ای که اولین مسابقه ایران هست در جام ملت‌های آسیا میتونه تعیین کننده باشه از بابت اینکه سرنوشت این گروه شاید قبل از مسابقه پایانی با عراق بتونه در تعداد گل‌های زده جلوی یمن و ویتنام مشخص بشه. تیم شماره 1 آسیا در رده‌بندی فیفا بیشتر از 40 سال است که به فینال جام قاره نرسیده، ولی حالا به عهده این بازیکنان است که بعد از چند دور ناکامی و سرخوردگی اولین قهرمانی بعد از انقلاب اسلامی را برای ایران ثبت کنند. پوریا ژافره، بی بی سی، ابوظبی. و با این گزارش می‌رسیم به پایان 60 دقیقه امشب. ممنونم از همراهی شما.